قرنطینه 6 میلیون ایتالیایی برای سومین بار تمدید شد. رستیتی... نخواست وزیر ایتالیا در آستانه منقضی شدن دوران قرنطینه سراسری در کشور در پیامی رادیو تلویزیونی اعلام کرد تدابیر سختگیرانه و محدودیت های شدید ترددی در این کشور برای مهار کرونا به مدت سه هفته دیگر یعنی تا نیمه اردیبهشت ماه آینده تمدید شد سه نوی شده با توجه به بحران کرونا در کشورمان اگر ما کار را در نیمه راه رها کنیم همانطور که کارشناسان بهداشت به ما هشدار دادند تمام دستاوردهای این مدت در مقابله با این ویروس را از دست خواهیم داد و در کنار افزایش شمار قربانیان مجبور خواهیم شد تدابیر سختگیرانهتری را اتخاذ کنیم نخست وزیر ایتالیا همچنین با اشاره به تصمیم هفته گذشته وزیران دارایی اتحادی اروپا برای کمک مالی به کشورهای بحران زده ناشی از ویروس کرونا از طریق مکانیزم موسوم به سازوکار ثبات مالی اروپا با آن مخالفت کرد و بار دیگر بر ضرورت جایگزین کردن این طرح با تحقق اجرای وامی با عنوان اوراق قرضه اروپا ویژه کرونا پافشاری کرد <applause> ایتالیا در نشست آتی شورای اروپا برای دریافت اوراق قرضه اروپایی مبارزه خواهد کرد چرا که سازوکار ثبات مالی برای مقابله با بحران کرونا و چالشی که با آن روبرو هستیم ابزاری ناکافی و نامناسب است در حالی که ایتالیا بر ضرورت صدور اوراق قرضه کرونا پافشاری می کند شماری از دیگر کشورهای اروپایی مانند آلمان، هلند، اتریش و فلاند با آن مخالف هستند کشورهای اروپایی در پی گسترش پرشتاب ویروس کرونا در این قاره دچار اختلاف نظر و دو دستگی شدند و تا به امروز نتونستن راهکارهای مشترکی را برای باسازی اقتصاد نابسامانشون پیدا کنند. حمید معصومی نژاد خبرگزاری صدا و سیما رام